ساسا. خير. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحم خب ما بحثمون درباره آدابی که باید نسبت به استاد و شیخ در نظر گرفت رو ادامه میدیم همینجور که روی صفحه ملاحظه میکنید مونیت المرید صفحه دویست و پنجاب و چهار <تصفحه> طبقالا این چاپی که در مکتبت و شیعه هست شیعه آنلاین لایبرری و ما رسیدیم به مورد بیست و دوم مورد بیست و یکم را جلسه قبل صحبت کردیم که در محضر استاد انسان صداش رو بلند نکنه و خلاصه با اشاره و نمیدونم جورای مختلف با دیگران بخواد ارتباط برقرار کنه خدای نکرده در مجلس درس استاد غیبتی نکنه فلان اینها این رو الحمدلله داشتیم مورد بیست و دوم میشه ادامه بحث ما ان یحسن خطابه مع الشیخ یا یحسن هر دوش میتونه باشه به قدر الامکان تا اونجایی که میشه انسان صحبتی که میخواد با استاد بکنه به خوبی و زیبایی باشه با ادب با احترام و لا یقول له به استاد نگه لمه چرا مثلا استاد یه نکته ای رو گفته یا یه تکلیفی داده یا یه نکته ای رو گفته حالا شما اگه متوجه نشدید خوبه سوال کنید ولی با ادب مثلا جناب استاد میشه توضیح بفرمایید که علت این مسئله چیه اما من به استادم بگم چرا کی گفته قبول نیست لا نسلم قبول نمی کنیم یا مثلا بگی من نقل هازا کی نو گفته کجا گفتن عین موزه او خلاصه باید دقت بکنه که در محضر اوساکه این البته خیلی هم باز همونجور که جلسه قبل داشتیم به عرف هم بستگی داره ممکنه یه موقع مثلا میگم شما توی عرف خودتون بعضی چیزها مسئله نباشه ولی شما باید رعایت استاد و افراد دیگری هم که تو اون جلسه هستند بکنه اگر از نظر اونها این بی احترامی حساب میشه نگید ما تو عرف خودمون اینجوری حرف میزنیم نه اگه عرف شما بالاتر انتظارات و خلاص استاندارد داشت خب خیلی خوبه اما اگه پایینتره باید طبع اون عرفی که اونها توش هستن صحبت بشه بعد اگر هم به اصطلاح میخواد که از مطالبی دیگری خلاصه نقل بکنه و استفاده کنه و اینها خیلی خوبه که با احترام باشه گاهی یه خورد فاصله بندازه و مثلا فرض یه <تصفح> بار شاید براتون گفتم مثلا یه موقعی شما داری درس میدی خب الان شاگردای ده کامپیوتر دارن تبلت دارن نرم افزارهایی رو دارند حالا استاد خب یه مطلبی رو میگه این هم اونجا میزنه سرچ میکنه از صد تا هزار تا کتاب یا اینترنت دارن بعد یه هو یه چیزی میگه مثلا استاد یه چیزی میگه میگه بله فلانی هم در این کتاب فلانی هم در اون کتاب گفته یا مثلا این فرمایشی که شما کردید مثلا فلانی در فلان کتاب مثلا یه حاشیه‌ای به زده خب برای چی این کارو می‌کنی اولا که هنر نیست که تو از نرم افزاری داری استفاده میکنی اون بنده خدا داره از حافظه خودش مطالعه خودش مطالبی رو میگه اینجوری بکنیم جلو دیگران در کلاس درس به حرف استاد گوش بدین اگر هنری دارید قبل از درس یا بعد از درس برید این نرم افزارها رو مراجعه کنید مطالبی رو آماده کنید بعد محترمانه به استاد هم بدید استاد هم قطعا استفاده میکنه مثلا اون نکته ای که شما جلسه قبل فرمودید آیا این نکتاتی که من پیدا کردم به اون ارتباط داره میتونه کمکی بکنه مثلا به این بحث اینجوری با ادب انسان مطرح بکنه و میفرمان اگر هم مثلا میخواد یه استادی بکنه سوالی بکنه به جای اینکه مثلا بگه آقا قبول نیست و کی گفته و کجا نوشتن اینو فلان و اینها بگه که مثلا اگر این سوال رو از ما کردند ان قیل لنا کذا ما مثلا چه جوابی بدیم به جای اینکه خودش استاد مستقیما مورد خلاصه سوال قرار بده که چرا این حرف رو شما میزنی؟ بگه اگه مثلا یه کسی از ما سؤال کرد که دلیل این مطلب چیست؟ ما چه استدلال هایی میتونیم ذکر بکنیم؟ اینجوری بگه بنابراین مستف من جواب از یک طرف جواب رو به دست بخواد بیاره سوال استفهام خیلی خوبه منتها سائلا لهو به حسن ادب و لطف عباره خب حالا اومدیم و استاد ما یک مطلبی را اصرار کرد برش و دلیلی هم نگفت براش دلیلی اظهار نکرد یا مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی را گفت که ما میدونیم اشتباه است یا اصلا اشتباهی مطلبی رو نقل کرد یا آیه ای رو اشتباه خوند مثلا خب ما نباید اونجا فوری قیافهمون رو عوض کنیم و با قیافه نشون بدیم که بله استاد اشتباه کرده یا خود بر خود استاد رو به روش بیاریم که اشتباه کرده اینها لا یغیر وجهه او عینای با چهره رو تغییر نده با یه چهره یه اخمو و عبوس یا خدا نکرد حالت تمسخر و خنده مثلا نگاه کنیم یا چشمامون رو مثلا یه جوری اشاره کنیم باش یا مثلا به بغلدسی بگه که ببین مثلا حالا یا بگه یا اشاره کنه استاد اشتباه کرد استاد حواسش نیست میفرمان که باید با احترام با چهره باز ولی که الان استاد اشتباه کرده ان الاسمت فی البشر للانبیاء معصوم پیغمبران هستند و جانشینانشون ائمه علیهم السلام ما که انتظار نداریم استاد معصوم باشه بعد از پاسخ دادن فوری و خلاصه قافل گیر کردن استاد هم میفرماد اجتناب بشه ولی من مفاجعت شیخ به صورت رد علیه فانه یقع ممن لا یحسن الادب من الناس کثیرا این کارا مردمانی انجام میدن که خیلی با ادب نیستن خوب ادب را نمیتونن رعایت کنن مثل ان یقول له الشیخ انت قلت کذا شیخ فرمود که مثلا تو اینجوری گفتی فوری جواب بده ما قول تو نه من اینجور نگفتم یا مثلا یه سوالی میکنه شیخ میگه که منظور شما از سوال این بوده این در ذهن شما بوده فوری میگه نه منظور من این نبوده اصلا چنین چیزی به فکر من خطور نکرده نه یه جوری محترمانه با خلاصه مکاشره و لبخند و محبت بفهمونه که مثلا منظور چیز دیگری بوده اما فوری جواب بده اونم یه جوری که آقا که شما چطور اینجوری فکر کردی اصلا و عبدا اینجوری نبوده چه اشتباه گنده ای کردی اینجوری نه یا مثلا اگر استاد سوال استفهام تقریری میکنه یعنی استاد نظرش اینه که مثلا شما این کار رو کردی این چیزو گفتی منتها از باب اقرار گرفتن استفهام کنی برای تقریر یعنی این, این مطلب بوده دیگه خب اگه اینجور <تصفح> <تصفح> گفت استاد مگه شما اینجور نگفتی مگه مرادت این نیست سریع مبادرت نکنه جواب بده بگه نه سکوتی بکنه یه جوری خلاص یه کلام لطیفی پیدا بکنه یا مثلا بگه مثلا من منظورم این هست یا بگه من الان اینو عرض میکنم کاری نداشته باشه که بگه استاد شما اشتباه کردی خب این پس شد مطلب بیست و دوم این که خطاب با استاد صحبت کردن با استاد پاسخ دادن به سؤال و با استاد با ادب باید باشه ادب فراوان مطلب 23 که میفرمان از جنس همون قبلی هم هست یعنی به یک جا برمیگرده به یک مقوله برمیگرده که <تصفح> هم بحث ادب و ایناست اگر شیخ یک دلیلی ذکر کرد استدلالی ذکر کرد که اون استدلال تتمه ای داره ولی تتمش استاد نگفت ناقص بیان کرد یا یه بحثی داره میکنه استاد که در اون بحث یک ایرادی اشکالی ممکنه بشه استاد متعرض اون اشکال و جوابش نشد دقیقه فهمودی؟ بس مثلا برای اینکه بحث کامل بشه مثلا گفت که اگه حالا کسی این اشکاله بکنه این جوابش این کارو نکن خب اینجا نیاد خود این فوری بگه استاد این مطلب باید بگیم تا این استدلال تمام بشه یا این مطلبی که شما گفتید این سوال ممکنه بشه و جوابش هم اینه این کارو نکنه بلکه با التف اشاره با لطیف ترین اشاره بگه مثلا یه جوری اشاره کنه لمح مثلا بگه ما لمحتم ان الاشکال جوابا مثلا جنابالی مثلا این اشکالی که مثلا هست این اشاره رو مثلا اه فرمودید مثلا یا مثلا این اشاره رو مثلا نفرمودید یه جوری که خیلی محترمانه باشه یا مثلا آیا من چیزی را اینجا متوجه نشدم مثلا میتونم سوال کنم مثلا اگه یه کسی این اشکال باشه فلان حالا یه موقع شما یه اشاره که کردید استاد خودش متوجه میشه و دیگه خودش میگه مطلب رو اگه متوجه شد تذکرش شیخ خود استاد متذکر شد یادش افتاد با اون اشاره ای که کردی فبه ها و نعمت اومدی اشاره هم کردی بازم استاد متوجه نشد حواسش نبود یا به هر اون روز آماده نبود هرچی اولا اینه که سکوت بکنیم فعلا جلوی دیگران رو تو جلسه چیزی نگیم مگر اینکه خود شیخ اجازه بده و اصلا ما می‌شناسیم روحیه استاد ما اینه که یعلم منه انه یؤثر ذلك اصلا دوست داره ترجیح میده که گفته بشه این نکته‌ها هیچ ابایی نداره ناراحت هم نمیشه و خودش هم اصلا گفته آقا چیزی به ذهنتون میرسه در تکمیل در رد تایید بگید خب اگه اون خودش گفته و ناراحت نمیشه خب مسئله نیست مطلب 24 رم باز از همون جنس هست از بعضی کلماتی که مردمی ممکنه بعضی افراد عادت دارن تو صحبتاشون به کار میبرن بعضی تعابیر احیانا ممکنه ما میگیم کوچه بازاری یا خلاص عوام در محاوراتشون ممکنه به کار میبرند خداشون که با هم صحبت میکنن حالا اینا باز زمان به زمان جامعه به جامعه فرق داره مثلا بگیم که عیش بک چیت میشه فهمتا مثلا سمعت تدری فهمیدی متوجه شدی شنیدی چی گفتم از این تعابیر یا رجل مبارک مثلا ای آقای محترم حالا شاید شبیه که تو فارسی ما میگیم اینا جالب نیست چیزهایی که خلاصه برای خطاب رفقاشون مردم ممکنه به کار ببرن و گاهی خیلی خودمونی و خیلی خلاصه غیر محترمانه گاهی میشه اینا به کار نبریم گاهی مثلا باز ممکنه یه تعاویر رو به کار ببره ولو اینکه به شکل مثلا حکایت باشه مثلا بگی آقا فلانی اینجوری گفته دقت کردی مثلا یه نفر به دوستش یه فوشی داده ما بیایم در محضر استاد بگیم که فلانی به دوستش این فوشو داده خب بالاخره باز شما اون فوشو اونجا نقل کردی درسته که به فوشو به استاد و شاگرده نگفتی ولی همین که میگه قال فلانون لفلانن فلانی به فلانی این حرف بد زده مثلا گفته بی این نقلش جالب نیست اگر هم یه موقعی خاص نقل قول بکنه و اینها با کنایه به شکل غیر صریح نقل قول بکنه مطلب بیست و پنجم. اگر سبق لسان اتفاق افتاد سبق لسان ما تو فارسی هم یعنی تدقیقا اینایی که عربی بلدن طلبا و اصطادهای عرب عربی اینا میدونن تو فارسی هم به کار میبریم سبق لسان سبق لسان یعنی چی؟ یعنی گاهی مثلا آدم مطلبی رو میدونه خب اما در مقام گفتن انگار زبان زودتر از اینکه پیام رو از مغز دریافت کنه یه چیزی میگه از این جد بهش میگن سبق لسان نه که ندونی چون میدونستی ولی حالا اشتباه گفتی اشتباه لفظیه، اشتباه گاهی ما میگه لپیه اذا سبق لسان و شیخ الى تحریف کلمت یکون و لهو توجیه مستحجه <applause> گاهی میدونید کلمات وقتی تغییر میکنه بعد شبیه یه کلمه میشه که معنای ممکنه بدی داشته باشه بعضی کلمات یه حرفش رو جابجا کنی یا مثلا یه ا ا اوش عوض بشه معنای بدی پیدا میکنه ممکنه معنای زشتی پیدا کنه حالا این بند خدا که نمیخواست اونو بگه این اون یکی رو میخواست بگه همه هم میدونن که اون منظور بوده خب حالا اگه یه چنین سبق لسانی اتفاق افتاد چیکار کنیم بخندیم مسخره کنیم بخندیم نه اذا سبق لسان و شیخ الى تحریف کلمتن یکون لها توجیه مستهجن او نحو ذالک الا یضحک ولا یستهزئه زبان استاد سبقت گرفت کلمه ای را به یه شکل دیگری گفت تحریف شد یعنی تغییر داده شد مغیر شد که اون وقت اون جوری که گفته شد یک توجیه مسهجنی داره یعنی میتونه اونو به معنای بدی برگرده بود. نخنده استهزا نکنه یا هی تکرار کنه بیشینن با رفقا دیدید اون روز استاد اینو گفت لا یو ایدوها که انهو یتبادر بها بها که انگار هر وقت دیگه این کلمه رو میشنون از این کلمه اون استاد و مشکلی که پیش آمد برای استاد تو ذهنشون بیاد یا به دیگری اشاره کنه یا ببین استاد چی چی گفت و اصلا روی این خیلی تعمل نکنه نظر اصلا این تو قلبش او یا اشتباه لفظ شد شد رفت حالا یه تو دلت باشه تو فکرت باشه نمیدونم تکرار کنی به دیگران بگی نقلش بکنی فا این لسان لسان خیلی سبقت میگیره یعنی خیلی وقتا میشه که زبان ما یه چی بگه و دقیق نباشه انسان هم که غیر معصومه به خصوص اون چیزهایی که انسان توش معذور هست انسان معذوره یعنی چیز عمدی که نبوده که ما خطاهای عمدی میکنیم نعوذ بالله معذور غیر معصوم دو نوع خطا داره خطاهای عمدی و خطاهای صحوی ما که معصوم نیستیم هم خطاهای عمدی ممکنه داشته باشیم هم خطاهای صحوی مگر اونهایی که حالا ملکه عدالت ای دارند اینا که دیگه خطاهای عمدی نمیکنن، اما صحوی باز ممکنه بکنه حالا اینم که خطای صحوی صحب لسانه بعد اگر کسی حالا این کارهایی که ما گفتیم نکنه کرد ما گفتیم نخنده، استهزا نکنه، تکرار نکنه، اشاره نکنه، با دیگران های اینو نقل نکنه. حالا اومدیم یه کسی بعضی از این کارا رو کرد. وفاء لشیء الم ما ذکر مع شیخهی اگه یه کسی بیاد بعضی از این چیزایی که گفتیم با شیخش انجام بده. اشتباه لفظی شیخ را مسخره کنه تکرار کنه فلان کنه این چه کار میکنه معرض و نفسه للحرمان و البلا و الخسران اولا اینو نسبت به هیچ انسانی نباید کرد به هیچ انسانی نمیگیم که یعنی مثلا با شیخ این کارو نکن با دیگران میتونی بکنی با هیچ کسی نباید کرد قرآن میفرماد که اصلا ما نباید مسخره کنیم کسی رو اما با شیخ با بعضی از انسان ها مثلا با پدر مادر اینا خب بدتر از عمومه یعنی عموم هم نباید کرد ولی بعضی جاها بدتر میشه حالا ای کسی این کار رو کرد با شیخش خودش را در معرض هرمان محرومیت قرار داده بلا در معرض بلا قرار داده ممکنه اصلا یک گرفتاری براش پیش بیاد برای اینکه خدا بخواد هوشداری پیش بده اگه دم خیلی بی خودی باشه که خب استدراج و این هست ممکن فعلا چیزی نفهمه مشکلی پیش نیاد اما اگه یه آدم نسبتا خوبی باشه یا خیلی خوبی باشه سری ممکنه یک هوشداری بهش داده بشه افرادی که خیلی خوبن سری بهشون یک بیدار باشی یک هوشداری آلار می دارن میدن خسارت رو در مرز خسارت کرده و مستحق زجر و تعدیب و حجر و تعنیبه یعنی چنین شاگردی را میشه اصلا گفت آقا کلاس نیا یا مثلا فرض کن یا یه جوری تعدیبش کرد یا محجورش کرد معاخزش کرد توبیخش کرد غیر از اینکه حالا قذب الهی و فرشتگان و انبیا اینا همه برش میاد کسی که بخواد استاد خودش رو مسخره بکنه از سادس و ول اشرون. مطلب بیست و ششون اللا يسبق الشیخ الى شرح مسألة او جواب سؤال من او من غیره لاسی ما اذا کان من غیرهی و توقف یه موقعی یه مسئله را استاد باید شرح بده زودتر من چون بلدم یا فکر میکنم بلدم شروع نکنم به شرح دادن اون مسئله گاهی حالا افراد میخوان خودنمایی کنن گاهی هم نه بندای خدا خودنمایی نمیخواد بکنه حالا مثلا زوق زده شده این مطلب بلده میخواد سریعتر بگه یا سوالی از استاد شده قبل از اینکه استاد جواب بده این طرف جواب میده این زیاد پیش میاد یه نفر از یه کسی دیگه سوال کرده بعد دیگران جواب میدن یا اصلا سوال از شخص دیگری بوده استاد ما هم اونجاست اون شخص جواب نداده من میتونم جواب بدم میتونم سب کنم بدم استادم چی میفرماد اینجا کدوم بهتره اینجا بهتره که چی نگه بذاره استاد جواب بده اگه این استاد به من فرمود که شما جواب بده خب اون فرق فهم نه جمالی بفرمایید باز میگه نه شما بگید خب این دیگه امتصال میکن اما اگه استاد هست من مجال نمیدم به استاد خودم شروع میکنم به حرف زدن و یا جواب دادن و اینا نه خوب نیست یا مثلا وقتی استاد داره حرف میزنه <تصفح> مسابقت کنه مثلا فرض کن این هم همزمان با استاد شروع کنه به گفتن یا های سرتکون دادن و بگه بله بله مثلا یعنی منم بلدم هم مثلا استاد داره جواب خوب میده این هم یه جوری بگه که آره یعنی منم بلدم یا من زودتر متوجه شده هم. مگر اینکه بدونه الا ان یعلم من الشیخ ایثار رضا لکمه که اصلا نه شیخ ما میدونیم که دوست داره که ما جواب بدیم یا اصلا خود شیخ عرضه کرد بر این که تو جواب بده خب یه بحث دیگه ای الا ان یعلم یا یعلم, یعلم این شخص از یعنی متعلم یا یعلم به طور کلی که شیخ ایثار میکنه این ترجیح میده که این رو شاگرد شباب بده یا یعنی اینکه نه اصلا خود شیخ عرض شیخو علیه ذالک ابتداعن خود شیخ به ابتدا قبل از اینکه این کاری بکنه خودش میگه شما جواب بده التمس هومن از او خواست کرده جواب خب اینجا لا بحث بهی مطلب 27 هفتم که خیلی مهمه الا یقطع علی شیخ کلامه ای کلام کان یکی از صفات خوب ان خداوند به همه ما این صفت رو بده اینه که خوب شنونده باشیم خوب گوش بدیم گاهی اوقات افراد تو حرف هم دیگه میرن اون هنوز حرفش تمام نشده این حرف میزنه یا فرد فرمایید میگه آقا من حوصله ندارم فلان بیسا وقت ندارم فلان. حرف تو خلاصه کن فلان اون طرف البته باید خودش رعایت کنه ها یعنی نمیگه اون طرف هرچی دلش خاصه طول بده <coughs> اون شخص باید رایت کنه که مطلب لازم مفید و با عباراتی که خیلی طولانی نباشه بیان کنه اما حالا یک کسی این کار نمیکنه ما می و تحمل داشته باشیم رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم یکی از ویژگی این بود که خیلی خوب گوش میکردن متاسفانه حتی اینها این را انتقاد میکردند و من هم الذین یعذون النبی و یقولون و اذنون بعضیشون پیغمبر را اذیت میکردن میکردن آقا اینکه که همش گوشه گفتن پیغمبر اذن گوشه یعنی از بس گوش میده مثل زیدون و عدلون این هم گفتن پیغمبر اذنون خدا هم که اذن نیست فهمد قل اذن خیر لکم یؤمنو به بالله و یؤمنو للمؤمنین بله گوش خوبیه گوش خوبیه یه موقعی مثلا یه آدمی تو کوچه چیزی بپیام و میکرد بچه نمیدونم غیر بچه فلان حرف هایی میزدن اونام که خیلی همه حکیم و با سواد و اینها که نبودن که خیلیشون هاشون نه سوادی داشتن نه تجربهی داشتن ولی انسان پیامبر احترام میذاش گوش میکرد و نمیگو من عجله دارم من کار دارم. دارم آقا من وحی بر من وارد میشه شما وقت منو چرا میگیرید من خودم از خدا مثلا به هم مطالب آموخته آم، آم، میشه فلان گوش میکرد میگم خب این یه کلی است که ما باید تلاش کنیم داشته باشیم اما به خصوص نسبت به کسانی که از یک جایگاه بالاتری برخوردارن احترام ویژه‌ای دارن خب مضاعف میشه مثلا استاد نریم حرف استاد رو قطع بکنیم بی‌حسلی کنیم حرفش رو قطع کنیم بلدم دیگه پس. الله يقطع على الشيخ كلامه اي كلامي كان حالا شيخ داره درس میده يا مثلا داره ي جريان رو تعریف میکنه ولا يسابقه في ولا يسابقه به مسابقه نظره بخواد از او سبقت بگیره پیشی بگیره یا همزمان با او حرف بزنه اون حرف میزنه اینم حرف بزنه بل یسبر حتی یفرغ شیخ من کلامهی سب کنه استاد حرفش تمام بشه ثم یتکلم بعد این صحبت کنه بعد لا یتحدث مع غیره و شیخ و يتحدث و معه او جماعت المجلس استاد داره با شما صحبت میکنه با کسی دیگه شما صحبت نباید بکنی یا استاد داره با کل کلاس و درس و این جماعتی که تو این مجلس صحبت میکنن از جمله شما هم یکیشید اولیش این بود که با خود شما صحبت میکنه دوم اینه که با این کل این جمع داره صحبت میکنه شما هم یکیش هستی و شما دیگه با کس دیگه صحبت نمید بکنی باید به با استاد گوش بدی لا هم بل لا يجعل همه سوال اسقا الى قول شیخ و فهمه باید همش را فقط این قرار بده که خوب گوش بده اسقا الا یعنی گوش فرا دادن مثل استمع الاست با دقت گوش بده در کلاس درس ما اومدیم به استاد گوش بدیم نه تو کلاس درس که با هم دیگه حرف بزنیم که خب حرفو میتونستیم بیرونم بزنیم تو اینجا باید به استاد گوش بدیم و کلام استاد را بفهمیم حالا این خواستش اینه که اولا وقتی شما سر کلاس گوش میدی به استاد خب از علم استاد استفاده میکنی از بیان استاد استفاده میکنی اما غیر از اون چیزی که ما معتقدیم اینه که این احترام اینکه به خاطر خدا جایگاه معلم و عالم و علم و تعلیم را شما احترام میگذارید برکات زیادی داره لذا حتی اگر اون کلام استادم بلدی میگه آقا این چیزی به من اضافه نمیشه باشه صبر کن احترام بذار خداوند متعال جبران میکنه خداوند برکت میده به تحصیل شما یه جریانی را در شرح احوال زندگی آیت الله مرعشی نجفی رزوان الله تعالی علی شاگردانشون نقل میکنن خیلی جالبه این توی مستند حدیث سرف هست حدیث سرف یک مستندی است راجع به بعضی از علما و خیلی جالبه من خیلی هاشو دیدم و بعضی هاشو شاید بیش از ده بار پونزده بار شاید دیدم راجب علامه تباتبایی داره راجب برادرشون داره راجب آیت الله شهابادی داره آیت الله محمد تقی آمودی داره آیت الله قاضی داره راجب آشیخ علی محمد نجفی داره در بروجرد راجب آیت الله انصاری همدانی داره از جمله راجب آیت الله رزما مرعشی نجفی داره ایشون در موقعی که در نجف بودند یک استادی داشتند این استاده خیلی علم خوبی داشت ولی عصبانی بود اگر مثلا یه شاگردی یک سوال بی ربطی می کرد یا خلاصه یک کاری می کرد که مثلا جالب نبود این عصبانی می برخورد می کرد و باعث شده بود که دیگه کسی پای درسش نمی رفت دقت فهمودید اگه شما بد اخلاق باشی علم هم داشته باشی کسی نمیاد پای صحبت شما لذا در حدیث داره که اطلب العلم و تزینو معه بالحلم علم یاد بگیرید اما علمتون را باید زینت بدید با حلم حلیم باید باشید شکیبا باشید حلم بیشتر صبر بر بدی هاست بعد با شما رفتار کردن بعد با شما حرف زدن حلیم باشه ولا تکونو علماء جبارین فذهب باطلکم به حقکم علماء جباری نباشید علمایی که اینجا جبار به معنای اینکه یعنی خیلی زور بگن اجبار کنن حلیم نباشید شکیبا نباشید زود از کوره به در برید اینجوری نباشید چون اگه اینطور باشید این اخلاق بدتون علمتون هم از بین میبره فذهب باطلکم به حقکم یه حرف حق هم بزنی با این بد اخلاقی کسی از شما قبول نمیکنه. خب آیت الله العظمى مرعشی نجفی وقتی که در نجف طلبه بودن درس میخوندند، ناراحت شدن که بالاخره این شیخی داریم استادی داریم با سواد ولی تون مزاجه و خب بعضی هم انگار دست خودشون هم مثلا نیست حالا ببینید شما بودی چیکار میکردی شما بودی میگفتی که خب ول کنیم مثلا این شیخ یا حالا خودمون میریم پیش درس بخونیم کسی میخواد بیاد کسی میخواد نیاد طور نیست اما این عالم بزرگوار در طلبگیش این کارا رو میکنه اینا توفیقات میاره که بعدا از مراجع میشه ایشون به استاد میگه استاد شما هر وقت عصبانی شدی در وسط درس به من عصبانیتتون رو خالی کنی سر من خالی کنی بگو شهاب اسمشون شهاب بوده شهاب این چه حرفیه این چه کاریه شهاب گوش بده فلان کن بیساب کن عصبانیتتون رو من خالی کنید و اون استادم <applause> خب عصبانی بوده بیچاره شاید پیر بوده چی بوده نمیتونسته خلاصه حالا من نمیگم کارش درست بوده یا درست نبوده بخاطر کارش که درست نبوده حالا شاید معذور بوده نبوده نمیدونیم اما به آخره معلوم میشه آدم بدی نبوده ایشون میده آدم خوبیه ولی خب تونده استادم میاد همین کارو میکنه اگه یه موقع میخواست از کوره در بره این مورد خطاب قرار میداده دوباره شاگردان میان و و از محضرش استفاده میکنن و جلسه استاد برقرار میشه احترام استاد هم حفظ میشه بالاخره کسی یه دونه شاگرد داشته باشه خب جالب نیست ببینید این میگن ادب نسبت به استاد که خودش که نسبت به استاد ادب را رعایت میکنه تازه اصلا میگه آقا شما بیا سر من میخاید دادم بزنی که مسئله نیست اصلا مورد دیگران هم بیا داداشون سر من بزن زدی چی میخوام بگم؟ خب استاد با همه عصبانی میشده لابد با ایشون هم عصبانی میشده اون که مسئله نیست اصلا به جای همه بیا سر من داد بزن خب این چقدر اولا ادبه چقدر توازوه چقدر یعنی بر نفس خودش مسلطه باز یه جریان دیگه ایشون داره خیلی جالبه که یکی از علمای بزرگ نجف حالا من نمیخوام اسمشون رو بیارم مرحوم شده و خب از یعنی استاد ایشون بوده تازه کتاب خیلی خوبیشون در علم اصول داره یه موقعی آقای مرعشی نجفی با ایشون سوال میکرده و فلان و اینها و ایشون دوتایی هم بودن ظاهرا دم در خونشون بوده چی بوده این بعد درس بعد ایشون ناراحت میشه و با دستش میاد میزنه تو سینه آقای نجفی ایشون فوری دست استاد بوس میکنه دست استاد بوس میکنه و اون عالم بزرگوار میگه ادب یا شهاب تو مرا ادب کردی خب اینجوری با استاداشون رفتار میکردن و استادها خب قدر این افراد رو میدونند دیگه استاد وقتی ببینه طلبه اینجور هست هر چی در اختیار داشته باشه در طبقه اخلاص میذاره میده براش دعا میکنه و اصلا خدا که حالا این استاد هم متوجه نشه اصلا خداوند که شاهده توفیقات این شخص رو زیاد میکنه خیلی مهم پس باید همه ما در کلاس این باشه که گوش بدیم به قول استاد بفهمیم حالا انشالله که استفاده میکنیم احیانا هم اگر مثلا چیزی بود که بلد بودیم و اینا باشه ادب داشته باشیم احترام داشته باشیم توفیق ما میره بالا مطلب 28 م اینم باز ارتباط داره با همونا شما میبینید استاد داره یه حکمی را راجع به مسئله بیان میکنه مثل مسئله مثلا فرض فهم شرعی میگه مثلا شما بلدی یه نکته عجیب و غریبی که همه کس است میگه اتفاقا شما هم بلدی یا یه داستانی میگه یه شعری میگه و هو یحفظ ذالک شما اینو بلدی خلاصه حالا یا شانسی یا آدم ای هستید این نکته ای که استاد میگه بلدی خب چکار باید کنی؟ بازم باید گوش بدی مثل کسی که داره الان یاد میگیره ان یسقی الیه اسقا مستفیدن لهو فی الحال متعتشن الیه فرحن به که انه لم یسمعه تو باید یه جوری با اشتیاق گوش بدی که انگار مثلا داری الان لذت میبری حداقلش شنیداری این داری میشه دیگه بعد به رو نباید بیاری انگار اصلا نشنیده بودی دیدید گاهی مثلا بعضی میخوان یه داستانی نقل کنن یک یا لطیفه ای بگن چیزی بگن مثلا میگن شما شنیدی اینو یا ممکنم نگر شنیدی شروع میکنن بعضی حالگیری میکنن میگه آره بله اینجوری بوده یا خودش یه چیزی اضافه میکنه فلان میکنه نه دیگه حالا یکی بند خدا میخواد یه چیزی نقل بکنه اگه یه موقع واقعا وقت نیست مثلا میگه اگه شنیدید من وقت صرف نکنم نگم خب اونجا میپرسه میگم اما نه یه موقع داره توی حالی است میخواد یه چیزی تعریف کنه ما تو ذوقش نذاریم میگه آها نه من اینو بلدم خودم تازه بعضیا مثلا یه تکمیلی هم بهش میزنن ایشون میفرماند که بعضی از سلف بعضی از گذشتگان حالا ایشون هم کتب شیعه رو داشته کتب سنی ها رو داشته پیش همه درس گرفته سنی شیعه در پابرقی میگه این ظاهرا عطا ابن ابی رباح هست که در کتاب تذکرت و سامع داره اصلا این کتاب راجبه این نیست که شنونده باید چه نکاتی رو یاد داشت، به ذهن خودش داشته باشه ایشون گفته که انی لا اسمع الحديث من الرجل و انا اعلم به من میگه گاهی میشه من یک چیزی رو دارم گوش میدم یکی کسی داره حرف میزنه من دارم گوش میدم و خودم داناترم اما فوریه من نفسی انی لا احسن و من هیچیا اما جوری نشون میدم جوری وانمود بود میکنم که انگار من نمیدونم دروغ نمیگم که بگم من نمیدونم بخا بگم من نمیدونم دروغ میشه اما لازم نیست با چهره نشون بدی یا بگی یا با لفظ یا با چهره بگی میدونم یه جوری عادی باش انگار که مثل کسی که تا بال نشنیده اونم عادیه شما هم عادی باش میگه فاستم الله که انی لم اسمعه و لقد سمعته قبلا یولد اصلا اینو یعنی به دنیا نیومده بود من اینو شنیده بودم سنی ازم گذشته حالا یه مثلا طلبه جوانی است ما هنوز این به دنیا نیومده بود میدونستم اینو ولی به رو نمیارم خب حالا اگه خود شیخ از ما سوال کرد گاهی بعضی سوال میکنن مثلا میگه شما این داستان رو شنیدید این حدیث رو شنیدید این نکته رو شنیدید اگه شیخ سوال کرد فلا و به نعم نگو بله چرا؟ چون این معناش اینه که من به شما نیازی ندارم من مستقنی هستم از اون طرفم نگو نه نشنیدم چون دروغه لما فیه من الکزب چی بگیم؟ استاد میگه آقا شما این مطلب رو شنیدید این داستانی که مثلا علامه هلی داشته با مثلا سلطان محمد خداونده الجایتو خب اگه بگم بله خب دیگه بند خدا چیزی نداره بگه یا خدا خب این نکتری که میخواست بگه به زوغش میخوره اگه بگم نه دروغ گفتم چی بگم بگم که اوهب ان استفیده من الشیخ دوست دارم این مطلب رو از زبان جنابالی بشنوم نمیگم میدونم مشتاقم از زبان شما بشنم مشتاقم که شما بفرمایید استفاده کنیم شاید استادی نکات اضافی بگه شاید یک استفاده های اخلاقی بکنه یا بگه که بعد اهدی به بگه بعد عهد پیدا کردم ما میگیم میگیم بعید العهد شدم نه هم شنیدید شما بعید العهد شدن رو مثلا وقتی گاهی یک دو تا عالم همدیگه رو خیلی وقت ندیدن میگن بعید العهد شدیم یعنی اون ارتباط و تماسی که داشتیم مدت زیادی ازش گذشته عهد میدونید که تو الف و لام عهد که میدونه چیه بنابراین میگه که آقا من خیلی وقت شنیدم این رو خیلی وقت پیش شنیدم یعنی مشتاقم که الان دوباره بشنوم مثلا همه چیش معلوم نیست یادم باشه مثلا یا هو من جهتکم اصح شما بفرمایید دیگه من خیالم راحت میشه از زبان شما بشنوم خب اگر میدانیم که خود شیخ ترجیح میده که بفهمه که ایشون بلده یه موقع نه اصلا خود استاد ما حالا انگیزی نداره که اینو بگه میخواد من یاد بگیرم و اگه بدون من بلدم اصلا خوشحال میشه یا مثلا خودش مثلا شیخ میگه که آقا شما اینو نصفشو میگه میگه حالا باقیش شما بگو خودش شیخ میخواد که ببینه این من بلدم یا به هر دلیلی میگه شما ادامه بده خب اینا فرق میکنه یا دیگه خود شیخ نظرش این هست و ما تبعیت میکنیم از نظر شیخ تا به رضایت شیخمون و استادمون برسیم اون دیگه بحث دیگری مطلب بیست و نهم نه این که چقدر وقت داریم تا پنج و بیست دقیقه ان وقت داریم چند الان ساعت الان تقریبا دو ساعت مونده به پنج خیلی دو دقیقه ممنونم دو دقیقه خیلی من مطلب بیست و نهم انه لا ینبغی له ان یکرر سؤال ما یعلمه ولا استفهام ما یفهمه یه موقع شما یه بلدی دوباره سوال میکنی یه چیزی رو فهمیدی دوباره استفهام میکنی خب این وقت رو تضییع میکنه فانه انه یضیع الزمان و ربما اشیخ گاهی هم شیخ رو تضییع میکنه مثلا شیخ شاید بالا بلد نیست یا بالاخره وقتش چیز میشه اینها قال بعض السلف اعاده الحديث اشد من نقل سخ یه گفتن آدم یه تیکه سنگ رو سخره سنگ تیکه سنگ رو بزرگ رو یه بار شما جابجا جا کردی دوباره بخوای جابجا جا کنی چقدر سخته بعضی گفتن آدم یه حرفی رو که زده بخواد تکرار بکنه اونقدر سخته حالا یه بگو متوجه نشده آدم خب عیب نداره اما شما فهمیدی برای چی دوباره هی سوال میکنی یا مثلا میتونی بعدا مطالعه کنی متوجه خلاصه خوب گوش بده ینبغی بقی متعلم باید خوب گوش بده الا یقصر فی الاسقاء و تفهم کوتاهی نکنه در گوش دادن و فهمی <applause> بله کوتاهی نکنه در گوش دادن و فهمیدن یا ذهنش رو پراکنده کنه مشغول کنه یشقل ذهنه او به فکر او حدیث بعدا بگه خب از استاد دوباره میپرسم ثم یستعید الشیخ ما قاله و به شیخ بگید لطفا تکرار کنید لان ذالک اساعت و این اصای ادبه بلکه چه کار بکنه همونجور که گفتیم باید مسغین لکلامه باشه گوش فرا بده ذهنش حاضر باشه حاضر از ذهن باشه لما یسمعه من اول مره صدا میاد الان بله این یک خودیت ضعیف و الان بهتر شده که فهم داریم خب معلوم بود اون مطابق که می گفتم؟ بله روست خب پس ببینید خوب گوش بده، حاضر و ذهن باشه الان بخوایید باز یه خود تکرار می کنم دو دقیقه آخر اگه دوباره سویم حتما ببینید می میگن که بعضی ها گفتن که تکرار کردن کلام مثل اینه که آدم یه صخره ت... رو سنگ رو جابجا جا کنه. بنابراین خوبه که در گوش دادن و فهمیدن کوتاهی نکنه، ذهنش رو با یه چیزی یا ای مشغول نکنه، بعد بگه که شیخ تکرار کنه. چون این خوب نیست که ما حواس خودمون رو جمع نکنیم پراکنیم یه موقع دست آدم خارجه خب بس دیگه ایست اما اینکه مثلا ما عمدن گوش ندیم و نمیدونم به چیز دیگه ای فکر کنیم و نمیدونم نگاهی به موبایلمون کنیم و فلان و بیسار و بعد هی به استاد بگیم آقا تکرار کن باید گوش فرا بده و ذهنش رو قشنگ حواسش رو جمع کنه که همون دفعه اول چی میگه استاد بعضی از مشایخ ایشون می‌فرمان شهیدسانی بودن که تکرار نمی‌کردن. اگر لزومی نبود، حالا یه موقع مثلا مثل الان که صدامون قطع میشه، اینا اینا که بسی ای نیست، یا یه موقع یه مشکلی واقعا هست، نه ولی مثلا اگه میدیدن یه کسی حواسش جمع نیست، هی گوش بازی گوشی میکنه مثلا بعد تکرار می‌گفتن بکن تکرار نمی‌کردن. می‌گفتن شامگاز گوش می‌کردی بعضی مشایخ این کار می‌فرمان میکردن اما یه موقع کلام شیخ رو اصلا دور بوده بیچاره نفهمیده یه کسی جا عقب ها هست نمیشنوه یه موقع نمیدونم اصلا شنیده متوجه نشده خب انسان گاهی متوجه نمیشه این اشکال نداره به استاد بگیم که تکرار بشه و اینا حتی به شکل لطیفی میتونی بگی مثلا ببخشید استاد من دور نشستم صدا نرسید مثلا یا من این نکته رو مثلا گوش کردم ولی مثلا میشه بیشتر باز بفرمایید من متوجه نشدم این اشکال نداره اما گوش نده و حواسش پرت باشه و هی بگه استاد تکرار کنه این شد پس مورد 29 مورد سیم ان لا یسأل عن شیء فی غیر موضعه این لی نوشته شده این فی باید باشه الان استاد مثلا داره فقه درس میده این یه سوال از عقاید میکنه یا استاد داره فرض کن مثلا عقاید درس میده یه سوال از فقه میکنه یا عقاید داره مثلا نبوت میگه این یه بحثی از معاد سوال میکنه مثلا آقا این جاش الان نیست لا یسال عن شیء فی غیر موضعه از چیزی در جا جای غیر خودش سوال نکنه چنین کسی استحقاق جواب نداره یعنی استاد ممکنه به شما جواب نده بگه آقا این در جای خودش باید سوال بشه بحث بکنیم بله اگر میدونید که این شیخ لا یک رهو خب نمیتونه میتونه استثناء باشه ممکنه این استادیست که بند خدا حرفی نداره هر سوالی داشته باشید در بپرسید حالا بعید میشه البته معمولا کسی این کار نمیکنه وسط بحث یه سوال بی ربط بکنه خب گاهی پیش میگونه گاهی اول بحث آخر بحث ممکنه میکنه چه خلاصه ببینید نظر استاد چیه آیا استاد دوست داره اینو یا ترجیح میده که الان بحث ما متمرکز باشه به همین موضوع اگر حتی میگن استاد کراهتی نداره الاولا ال لا لا یفعل این کارو نکنه سوالی که مربوط به این بحث نیست نکنه بعد الها هم نداشته باشه در سوال اصرار نداشته باشه بخواد استاد ناره حالا اصرار به اینکه یه موقع مثلا استاد جواب نمیده هی تکرار میکنه سوال رو استاد میگه الان جاش نیست هی تکرار میکنه یا استاد جواب میده این هی کش میده هی دوباره سوال میکنه هی دوباره سوال میکنه هر دوش بده یکی که استاد نمیخواد الان به این بحث بپردازه هی hey میگه استاد لطفا اینو جواب بدید استاد این سوال رو جواب بدید یه موقع استاد جواب داده این متوجه نشده یا قانع نشده دوباره میگه حالا استاد توضیح میده دوباره hey هی آقا یکی دو بار دیگه سوال کردی بلش کن برو مطالعه کن برو مباحثه کن فکر کن اگه بازم حل نشد توی یه جلسه دیگری از استاد بپرس اما همونجا ای وقت همه جلسه رو نگیر که کش بدی و خدای نکرده بی ادبی بشه این غیر از دعاه در دعا ما داریم که خداوند الحاح در دعا رو دوست داره شما یه حاجتی دارید اگر حاجتتون حاجت صحیحی هست مشروع مسلحته یا فکر میکنید مسلحته ولی قطعا مشروعه هی hey, تکرار کنید هی hey, الحاح بکنید با ادب البته ولی تکرار کنید اصرار کنید صبح شب اون خوبه خدا الحاح در دعا رو دوست داره ولی مردم اینجور نیستن مردم اعصاب ندارن که هی <applause> hey, بقای شما تکرار کنی فشار بیاری اصرار کنی سماجت بکنی ممکنه ناراحت بشن مطلب سیم پس روشن شد عبارت دیگه نه الله يسأل عن شیء فی غیر موضعه از چیزی در غیر جایگاه خودش سوال نکنه ففاعل و ذالک اون کسی که این کارو میکنه لا یستحق جوابا اینو چنین کسی استحقاق جواب نداره بحث ما در این ساعت این موضوع راجع به این درس ما توضیح دارید میخواید سوال دارید بفرمایید مثلا میگم ما استاد ممکن جواب نده البته استاد هم خب معمولا رعایت میکنه یعنی حالا یه کسی یه بار یه سوال بکنه اصلا تو ذوقش نمیزنه ولی به شما باید از هر هر کسی باید وظیفه خودش رو درست انجام بده استاد باید با کرامت برخورد کنه حالا یه طلبه بنده خدا یه سوالی کرد تو ذوقش نزنه اما شاگردم باید وظیفه خودش رو رعایت بکنه اتفاقا اون کسانی که از اول با این اخلاق و آداب را بار میان وقتی بزرگ میشن و خودشون هم استاد میشن حتما با کرامت برخورد میکنن دقت میکنید فرزندی که با ادب باشه بعدا خودش هم که بچه دار بشه باز با بچهش با ادب برخورد میکنه دیگه ملکهش میشه ذاتیش میشه از یکی از اجلا یعنی از بزرگان ایشون میفرماند که نقل شده که این پایین میگه که می‌فرماند که اون کسی که داشته تحقیق می‌کرده میگه من نمیدونم کی بوده این شخص شهید ثانی هم اسم نبرده یکی از بزرگان ازش نقل شده که به بعضی از شاگردها و طلبه گفته بوده سفارش کرده بوده بعض برای یکی هم میشه دیگه لا تسالنی ان امر دین و انا ماشن خیلی جالب میگه آقا من دارم راه میرم تو خیابون جایی نه یا از من راجب دین سوال کن مسائل دینی را در وقتی که من دارم راه میرم از من سوال نکن یا دارم با مردم صحبت میکنم و لا و انا اتحدث و الناس ناس یا مثلا سر پا بایستادم یا میبینی من خستم تکیه دادم به دیوار چون اینجاها حواس من جمع نیست <تصفح> مسائل دینی حساسه یه جایی باید بگی که عقل من جمع باشه یعنی حواسم جمع باشه فان هذه اماكن لا یجتمع فیها عقل الرجل هنگام راه رفتن و یا داره با کسی صحبت میکنه تو کوچه بازار رانندگی فلان خب بنده خدا حواسش الان کامل صد درصد جمع نیست لا تسالنی الا وقت اجتماع العقول موقعی از من سوال کن فقط در موقعی سوال کن که عقل جمع باشه حواسم جمع باشه حواس خودت هم باید البته جمع باشه دیگه <applause> حواس من جمع باشه هم تو حواس جمع باشه که بتونیم به مطلب خوب برسیم حقش ادا کنیم شما هم بفهمیم مطلب بعدی اینه که مطلب سی و ان یغتن ما سؤاله اند طیب نفسه و فراغی قنیمت بشمورد که سوال کنه از استاد موقعی که استاد سر حاله و فارغه یه موقع استاد ما مشغوله داره مطالعه میکنه مثلا برای درس خودش آماده بکنه یا منبر میخواد بره یا الان مثلا نماز جماعت میخواد اقامه کنه نشسته رو سجاده بنده خدا میخواد از بگن و نماز حالا یه سوال فوریه یه موقعی کسی مسئله شرعی داره که برای همین نمازش بعد سریع بپرسون اونی بس دیگه است اما حالا مثلا بنده بند خدا نشسته که نماز رو شروع کنه یه ها یه سوال علمی بریم ازش بکنیم خب وقت بهتری باید پیدا کنه. پس این ده تی به نفسه اینکه استاد راضی باشه سر حال باشه موافق باشه این حال تی به نفسش باشه یعنی راضی باشه خوشحال باشه نسبت به اینکه ازش سوال کنی و فراغت هم داشته باشه این موقع استاد این مشکلی نداره با سوال ولی وقتش وقت مناسبی نی و یتلطف فی سواله و یحسن فی جواب توی سوال کردن و اگر احیانا استاد جواب سوال کرده و جواب باید بده خلاصه چه سوالی که می کنید چه جوابی که میدید باید رعایت بکنید در سوال با لطافت باشه در جواب با حسن و زیبایی باشه بعد یک حدیثی را نقل میکنند از رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم که این رو در پاورقی هم اگر پاورقی چهار رو نگاه بکنید آدرسش رو داده مجمع و زوائد هست نمیدونم الفقیه و المتفقه هست در بهار الانوار از کنز الفوائد نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله حالا اون چیزی که توی کنز الفوائد هست و بهار نقل میکنه یه مقدار با اون چیزی که در کلام شهید هست فرق میکنه در کلام شهید هست که الاقتصاد و نفقه نصف المعیشه انسان در خرج کردن میان روی کنه خود این نصف معیشتشه چون ما خیلی گای اوقات نابجا مصرف میکنیم اسراف و تبذیر و نمیدونم یه چیزایی که ضرورت نداره حالا ممکنه بد نباشه ولی ضرورت نداره اولویت نداره خیلی مهمه گاهی این افرادی درآمدشون مثل همه اما یکی مدیریت میکنه تقدیر و معیشه داره اقتصاد داره میبینی پول کم نمیاره حتی یک کمی هم پسنداز میکنه برای خرجای پیش بینی نشد یکی همون درآمد داره هی همش هم کم میاره کاری ندارم که کسی گاهی ممکنه اقتصاد داشته باشه تقدیر بازم کم بیاره اون یه بحث دیگه است. اصلا درآمدش کمه خیلی خرج زیاده اما نه گاهی دو نفر با یه درآمد واحد شرایط زندگی واحد میبینی قشنگ مدیریت میکنه خرجشو میرسونه یه چیزی هم پسنداز میکنه یکی نه خیلی هستن افرادی که حقوق بگیر بودن درآمدشون ثابت بود یکی مثلا بعد از 10 15 سال خونه و زندگی داره یکی هیچی نداره بده کارم هست خلاص اقتصاد خیلی خوبه اقتصاد یعنی میانه روی دوم التودد الی الناس نصف العقل نصف عقل خیلی مسئله مهمی ها شما اینو حتما رعایت کنید نصف عقل نصف حکمت حالا اینه که با مردم سعی کنید یک رابطه وداد حسن وداد داشته باشید دوستی داشته باشید یه کار کنید مردم دوستتون بدارن خیلی مهمه به خصوص حالا انسان هایی که مؤمن هستن متدین هستن مبلغ هستند معلم هستند یه مقدار بعد انسان روی فکر بکنه آقا چی کار کنم که مردم منو دوست داشته باشن حالا ممکنه هم دین ما باشن ممکنه نباشن هم مذهب ما باشن نباشن الناس نه المؤمنین فقط حسن و خیلی مهمه التودد الى الناس نصف العقل یکم که حسن سوال نصف علم سوال خوب کردن نصف علمه چون میتونید به جواب برسید خب اینو شهید سان شهید سانی نقل کردن در پاورقی داره که اون چیزی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بهار الانوار از کنز الفوائد نقل شده اینه که التودد الى الناس نصف العقل و حسن السؤال نصف العلم و تقدیر و نصف العیش خب اون از تودد الناس ناس نصف العقل که اونجا هم بود اونجا وسط بود اینجا اوله حسن السؤال نصف العلم اونجا آخر بود اینجا وسطه بعد اینجا داریم از تقدیر و فنفقه فن اونجا داریم الاقتصاد و فنفقه فن نصف المعیشه البته شهید حتما منبعی داشته حالا اون اه... کسی که این تحقیق میکرده به این رسیده ولی همون مطلب مطلبش اه... یکیه تکیه حالا بحث ما روی کجاشه تکیه بحث ما روی یکی حسن و که خوب سوال کنه آدم زیبا سوال کنه حتی اون از تودد و ناسش هم میتونه باز به بحث ما بخوره که خب یکی از این ناس ها مردم ها کیه استادمونه خب مطلب سی و این است که با همه یه نکاتی وقت تمام شد خب مطلب سی و دوم رو پس انشالله در جلسه دیگه مطرح میکنیم که راجب این هستش که انسان از سوال بجا خجالت نکشه این انشالله جلسه آه. خب پس پس سی و دوم رو هم تمام بکنیم انشالله ببینید خیلی خلاصه هم هست دو سه خط بیشتر نیست الا یستحی من السؤال اما اشکل علی اگر یه چیزی مشکل شده برای شما متوجه نشدید خجالت نکشید سوال کنید بل یستوضحه کم اکمل استیضاح شما باید چکار کنید طلب توضیح بکنید این اشکالی نداره خیلی هم خوبه اصلا این کار باید بکنید ما میگیم با ادب به جا مربوط سوال کنید والا نه اینکه انسان خجالت بکشه اصلا نفهمه میفرمان من رق وجهه رق علمهو ای کسی خیلی کم رو باشه کم روئی، کم علمی هم به دنبال میاره و اگر شما سوال نکنید بعدا این مطالب رو تو جامعه هم که میرید بلد نیستید آب آبروتون میره سوال میکنن از شما بلد نیستی امام صادق علیه السلام فرمودند ان هاذ العلم علیه قفل و مفتاحه المساله علم یه گنجیه دیگه قفلی داره کلید این قفل سوال کردنه پس ما نه تنها با سوال مشکل نداریم بلکه تاکید میکنیم بر سوال قرآن هم فصل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اما میگیم آقا این سوال آدابی داره همین جوری که نمیشه مثل غذا خوردن کسی که نمیگه غذا نخورید اما چی بخورید چقدر بخورید کجا بخورید ایناش مهمه دیگه آدابی داره غذا خوردن ما در اسلام فقط به خود کار نمیپردازیم به آدابش به نیتش به همه چیش میپردازیم سوال کردنم خیلی مهمه ولی آدابی داره اگه یه طلبه ای که واقعا میخواد مسئله رو بفهمه حواسش هم جمع بوده گوش کرده مطالعه میکنه با ادب سوال کنه بسیار خوبه و واجب یعنی لازم حالا میخوام میگم واجب شهر. لازمه و بعضی وقتا ممکنه واجب باشه اگه اون مسئله ای که باید بفهمه برش تعلمش واجبه خب سوالش هم واجب میشه از با مقدمه واجب از خداوند متعال میخوایم که ان الله همه ما را در همه جوانب و در همه مراحل زندگی موفق بفرماید به طور خاص در مقام تعلیم و تعلم بزرگداشت جایگاه اساتید احترام به شاگردها انشالله خداوند ما رو موفق بداره و همه بیماران رو شفا بده و اموات رو مشمول رحمت خودش قرار بده خدا حفظ کنه شما را التماس دعا انشالله موفق باشید و معید باشید